موضوعی که من درکش نمی کنم و ما همه رو درک نمی‌کنیم. اینی که چطور یه تیکه پارچه باعث این همه نفرت، جدال، اختلاف و نزاع میشه. همه در مورد حجاب صحبت میکنن، همه میخوان جلوشو بگیرن، ولی چرا؟ آیا به این خاطره که باور دارن زن مسلمان سرکوب میشه؟ من که دارم خیلی خوب اظهار نظر میکنم. فکر میکنن که ما باید آزاد شیم، میخوان ما مثل زن غربی بشیم که از نگاه اونا نماد زنانگیه. چی؟ کفش پاشنه بلند، لبهای رژ زده، اینا آزادت میکنه؟ آیا به خاطر اینه که من به این شیوه لباس میپوشم؟ یا به این خاطر که ظاهر ما شبیه همه؟ زن مسلمون به دنبال چیزهای خیلی بیشتری نسبت به صرف مظهر جسمیه. ما نمیخوایم با شیوه پوششمون شناخته شیم، خواهیم از طریق شیوه تفکرمون مورد قضاوت قرار بگیریم، نه دامن کوتاه. آیا فکر میکنی ما در پوشیدن اون مجبوریم؟ چون شوهرم اجبارم کرده نمیپوشمش. من اصلا متأهل نیستم. پدرم هم اجبارم نکرده، چون خداوند ما رو دستور داده میپوشیمش. ما به دنبال خوشنودی خدا هستیم، ما تسلیم خداوند هستیم، نه تبلیغات مد و جامعه. فکر ببینم، میگی ما مجبور به پوشیدن اون شدیم، اون وقت تو مجبورمون میکنی که اونو در بیاریم؟ فکر میکنی این پوشش مانع ارتباطات میشه؟ مفهوم درست ارتباطات چیه؟ بر اساس فرهنگ لغت آکسفورد به این معنی که 1. مبادله داده ها از طریق کلام یا نوشتن، یا 2. کاربرد بعضی ابزارهای دیگه مثل موبایل یا کامپیوتر. در این صورت حجاب چطوری میتونه به ارتباطات آسیب برسونه؟ باید امتحانش کنیم. امتحان میشه. صداتو کاملا واضح میشنوی. وقتی با کسی صحبت میکنیم مجبور نیستیم به صورتش نگاه کنیم. دقیقا همونطور که با تلفن صحبت میکنیم نمیتونیم طرف مقابل رو ببینیم. اگه واقعا میخوای از حجاب جلوگیری کنی باید اول استفاده از تلفن رو ممنوع کنی. آیا به خاطر شیوه رفتاریه که با مردا داریم، یا به خاطر اینه که اصلا با مردا ارتباط نداریم؟ خداوند از ما خواسته بین دو جنس یه حد و حدودی قائل بشیم، تا همه راههای بی‌بندوباری از دو طرف بسته بشه. مردها مأموریت دارن نگاهاشون رو فرو بگیرن، ما هم دستور داریم حجاب داشته باشیم. علاوه بر این ما نمیخوایم تو آمار یکی از قربانیان تجاوز باشیم. آیا به این خاطر که ما جامعه غربی رو به چالش میکشیم؟ چون تصمیم گرفتیم پوشش داشته باشیم در حالی که همه به دنبال برهنگی هستن؟ در جامعه زندگی میکنیم که در اون بیشترین حجم صنعت فیلم پرن وجود داره و رو به افزایشه. ارزش زن پیوسته رو پایین اومدنه. زن غربی رو مثل کالایی میدونن که در رسانه ها خرید و فروش میشه. به خاطر درآمدهای مادی از زن سوء استفاده میکنه. دقیقاً مثل خرید و فروش ماشین، یا مثل خرید و فروش یه عدد شکلات. خب دعوا کافیه. فکر میکنم الان زمانش رسیده تا در مورد حجاب براتون صحبت کنیم. به گفته شما این تیکه پارچه باعث تکریم من میشه، ازم محافظت میکنه، باعث میشه که احساس کنم که جسمم تنها مال خودمه. کسی نمیتونه به من بگه چی بپوشم، چی بگم یا چه ظاهری داشته باشم جز خداوند سبحان. آزادی واقعی همینه، آزادی از محدودیت‌های مد و جامعه. آزادی واقعی همینه، اینه که از تن در دادن به تمایلات مردان آزاد باشی. زنانگی واقعی همینه، چون از زیبایی خودمون حفاظت میکنیم. زن مسلمان نماد سرکوب نیست، در واقع زن غربیه که این وضعیت رو داره. برای همینه که ما اسلام رو بین شما گسترش میدیم. میخوایم به جامعه‌ای که در عقب ماندگی فرو رفته راه حلی ارائه کنیم. این اسلامه که میتونه جامعه رو رشدش بده. برای اینکه اون چیزی رو که از دست دادیم پس بگیریم، عزت، احترام، نه فقط به زنان بلکه به مردان نیز، در واقع برای همه بشریت. پس وقت اون شده که من و تو هم با حجاب زندگی کنیم.